سلام، درود بر شما عزیزان گرامی. یه دونه موتور 642 دیزل داریم اینجا که معمولا تو ایران نیست، اما به درد دوستانی که تو اروپا هستن میخورد. خیلی ها که میدونن دیزل پاتتیک فیلتر داره، یه دونه فیلتره برای دیزله که این بالا از اینجا شروع میشه. از حالا باید ببریمش رو جک نشون بدیم، اما همه دیزل ها دارن این پاتتیک فیلتر رو. و این فیلتر اگه شما سرعت کم تو شهر برین رسوب میگیره و باید یا شستشو داده بشه یا اینکه عوض بشه، خیلی هم گرون هستش. این ماشینه چون که خب مصرفش الان این ماشین مال سال 2015 است، حالا ما نمیدونیم، به خاطر همین که میخوایم این مشکل پیش نیادش چیکار میکنیم، میایم شستشوش میدیم. اما خب هم BMW و هم ماشینای دیگه خیلی کارو راحت کردن برای شستشو. اینجا یه دونه تمپراتور سنسور داریم ما که اینو من الان وازش کردم از اینجا، این لوله‌ای که اینجا وصل میشه برای شستشو این پاتتیک فیلترز هستش، و برمی‌داریم اینو الان وصلش میکنیم و این کل اینو خالی میکنیم و یه دورم اینو باش تو اتوبان میزنیم که تمام اون دوده و رسوبی که گرفته خالی بشه. وقتی کیپ میشه شتاب ماشینتون گرفته میشه و باعث نودلاف میشه، یعنی همون حالت استراری میره ماشینتون. و من اینو شک کرده بودم، این بعضی موقع گاز یه دفعه مکش نداشتش، احساس کردم که نیاز داره که این شستشو رو انجام بدیم. حالا یک راه دیگه هستش که در بیاری، یه محلولی هستش که اونو میتونی بریزی داخلش، یعنی کلن این قسمت رو باز میکنی و اون قسمتی که میره پایین بالای کات هستش اونو میکشیم بیرون، درش میاریم و مواد رو میریزیم توش. یه 24 ساعت میمونه و فیلماش هست داخل یوتیوب، هم این دوستان دیگه انجام دادن، میتونید اونم ببینید. حالا ما به زبان فارسی شو داریم اینجا برای کسایی که خودشون اینجا، چون که هزینه خیلی گرونه تو آلمان، این مدلیشو نشونتون میدیم که اول اینو امتحان کنید. یه مدل دیگه هم هست، شما میتونید حتی محلول رو بگیرید بریزید داخل باک ماشین، اونم میشه. به نظر من جفتشو انجام بدید بهتره. اینو من الان وصلش میکنم و کل اینو، همه ماشینا هم بهتون گفتم که تمپراتور سنسور رو دارن، حالا یه سری ها پایین دارن، مال بنز موتور 642 بالا هستش که اینو راحت میتونیم بزنیم بره داخلش. خب این الان من تموم شد، شلنگشو میکشم بیرون. شلنگش هم بلنده، ببینید چه کثافتی داخلش بودش. الان باید چیکار کنی؟ سنسور دوباره میبندیم سر جاش، یه اتوبان میری، یه فشار محکمی به ماشین میاری و به احتمال زیاد تمام اون کثافت رو که داخلش بوده میزنه بیرون و یه نفس تازه دوباره موتورتون میگیره. فکر کنم ویدیو خوبی باشه برای عزیزانی که تو اروپا یا ماشین دیزل سوارند، که این کارو حتما به نظر من سال یه بار بکنید. این کلن دیگه هر 250 تا 300 تا نیازی نیست دیگه اون وقت عوض بکنید، اما امکان داره ماشینی که 50 تا کار کرده باشه پر بشه. بخاطر همین هر سال بکنید این کارو، هم یه حالی میدید به ماشینتون، همین که جلوگیری میکنید از خرابی یا اتفاقی که امکان داره پیش بیاد. امیدوارم این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. قربون شما، فعلا خدا نگهدار.